کتاب گویا شرح معاهدات بین المللی است برای آگاهی من و تو، تا بدانیم و بیاندیشیم، بیاموزیم و بیاموزانیم. کاری است به کوشش کمیته آموزش و پژوهش کانون دفاع از حقوق بشر در ایران. با سلام حضور شما شنوندگان گرامی، من معصومه توکلی به اتفاق همکارم فرداد عسکری با قرائت اعلامیه راجع به حفاظت از زنان و کودکان در وضعیت‌های اضطراری و درگیری‌های مسلحانه در خدمت شما خواهیم بود. زنان و کودکان از جمله گروه‌های آسیب پذیری هستند که حقوق و آزادی‌های اساسی آنها به طور گسترده‌ای مورد نقض قرار گرفته است. به ویژه در درگیری‌های مسلحانه و وقوع حالت فوق‌العاده یا شرایط اضطراری که اوضاع کشورها نابسامان می‌گردد، زنان و کودکان آسیب پذیرتر گشته و به جهت آنکه کمتر امکان دفاع از خود را پیدا می‌نمایند، در معرض خطر بیشتری نسبت به سایر افراد قرار دارند و بیش از دیگر افراد و گروه‌ها در معرض خشونت و نقض حقوق و آزادی‌ها قرار می‌گیرند. با وجود آن که حمایت از زنان و کودکان در درگیری‌های مسلحانه و شرایط اضطراری در قالب اسناد حقوق بشری و همچنین مقررات مربوط به حمایت از جمعیت‌های غیر نظامی در مناقشه‌های مسلحانه صورت پذیرفته، اما رنج‌های مکرری که زنان و کودکان در بسیاری از نواحی جهان در چنین شرایطی متحمل می‌شدند ایجاب می‌کرد تا سندی مؤثرتر و خاص درباره حمایت از زنان و کودکان در چنین شرایطی به تصویب رسد. تصویب اعلامیه حمایت از زنان و کودکان در شرایط اضطراری و مناقشه مسلحانه یکی از ثمره‌های تلاش جامعه بین المللی در این راستا محسوب می شود. فرایند تدوین و تصویب اعلامیه. از آنجایی که با وجود تصویب اسناد و مقررات عام در حمایت از جمعیت‌ها و افراد غیرنظامی در مناقشه‌های مسلحانه که شامل زنان و کودکان نیز می‌شد، باز هم این گروه‌ها در نواحی مختلف جهان به طور گسترده‌ای تحت انواع خشونت‌ها و نقض حقوق و آزادی‌ها قرار می‌گرفتند. شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد طی قطعنامه شماره 1515 مورخه 28 می 1970 از مجمع عمومی سازمان ملل درخواست نمود تا امکان تدوین و تصویب اعلامیه‌ای درباره حمایت از زنان و کودکان در شرایط اضطراری یا جنگی را بررسی نماید. سرانجام پس از گذشت حدود 4 سال، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در جلسه 39 طی قطعنامه شماره 3318 مورخه 14 دسامبر 1974 اعلامیه حمایت از زنان و کودکان در مناقشه مسلحانه و شرایط اضطراری را که در گزارش کمیته ششم این سازمان طی قطعنامه آمده بود در قالب 1 مقدمه و 6 ماده به تصویب رساند. متن و محتوای اعلامیه. اعلامیه حاضر اعلامیه‌ای مختصر و کوتاه بوده و اهم مفاد آن به شرح زیر است. الف، مقدمه اعلامیه. در مقدمه نسبتاً طولانی این اعلامیه با ابراز نگرانی از درد و رنج‌هایی که زنان و کودکان غیر نظامی در درگیری‌های مسلحانه و شرایط اضطراری در مبارزه برای صلح، خودمختاری، آزادی‌خواهی‌های ملی و استقلال غالباً به جهت قربانی شدن اعمال غیر انسانی متحمل می شوند و در نتیجه دچار آسیب‌های جدی می گردند. همچنین با ابراز نگرانی عمیق از اینکه با وجود ممنوعیت کلی و صریح استعمارگری، نژادپرستی و سلطه بیگانگان، مردمان بسیاری تحت سلطه قرار دارند و جنبش‌های آزادی‌خواهی ملی نیز به طور بی‌رحمانه سرکوب می شوند و آسیب‌های جدی و شدیدی نسبت به مردم تحت سلطه از جمله زنان و کودکان وارد می‌شود. مقررات و قوانین بشردوستانه نقض می‌شوند و تعرض شدیدی نسبت به آزادی‌های بنیادین و کرامت انسانی به عمل می‌آید. علاوه بر این، با
یادآوری مفاد سایر مقررات بشر دوستانه مربوط به حمایت از زنان و کودکان در زمان صلح و جنگ و سایر اسناد مربوط به حمایت از جمعیت غیر نظامی در مناقشات مسلحانه و با توجه به نقش مهمی که مادران در جامعه، خانواده و به ویژه آموزش کودکان ایفا می نمایند و با توجه به ضرورت تأمین حمایت لازم از زنان و کودکان غیر نظامی، مفاد اعلامیه حاضر را رسما اعلام نموده و از دولت‌های عضو خواستار مراعات مفاد آن شده است. ب. ممنوعیت حمله به زنان و کودکان. یکی از مهمترین اصول انسانی حاکم بر جنگ‌ها اصل تفکیک یا تمایز است که بر اساس آن باید بین جمعیت غیر نظامی و نظامی تفکیک و تمایز قائل شد و افراد و جمعیت غیر نظامی مورد حمله قرار نگیرند. این اصل که از آن تحت عنوان اصل تمایز و تفکیک یاد می شود در کنوانسیون چهارم ژنو مربوط به حمایت از افراد غیر نظامی در زمان جنگ که به طور آشکار بین افراد عادی و نظامی تمایز قائل شده و ماده 48 پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و ماده 13 پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون چهارگانه ژنو به رسمیت شناخته شده که با عمومیت خود شامل زنان و کودکان نیز می‌گردد و آنها را نیز تحت حمایت قرار می‌دهد. ماده 1 اعلامیه نیز به طور خاص این اصل را مورد اشاره قرار داده و چنین مقرر نموده است: حمله و بمباران جمعیت غیر نظامی، تحمیل درد و رنج نامعلوم و بی‌حساب به ویژه نسبت به زنان و کودکان که جزء اقشار بسیار آسیب پذیرند باید ممنوع شود و چنین اقداماتی باید محکوم گردند. جیم، ممنوعیت استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی. دو اصل مهم دیگری که حاکم بر حقوق بشر دوستانه اند اصل تناسب و اصل تهدید تسلیحات یا اصل ممنوعیت استفاده از سلاح‌هایی است که درد و رنج زائد و غیر ضرور تولید می‌نمایند. بر اساس این اصول که متضمن حمایت بیشتر از غیر رزمندگان و افراد عادی و اجتناب از میزان وحشیگری در جنگ‌ها در جهت کاهش موارد ظالمانه در منازعات است، طرفین درگیر در جنگ‌ها باید از حملاتی که موجب از بین رفتن توده عظیمی از مردم می شوند یا از بکارگیری سلاح‌هایی که منجر به چنین امری می گردد یا درد و رنج زائدی ایجاد می نماید اجتناب نمایند. از جمله سلاح‌هایی که به طور گسترده جمعیت غیر نظامی به ویژه زنان و کودکان را از بین برده و با بکارگیری آن اصول مذکور نادیده گرفته می شود، سلاح‌های شیمیایی و میکروبی هند. ماده 2 اعلامیه حاضر در ممنوعیت استفاده از این سلاح‌ها چنین مقرر کرده است: استفاده از سلاح‌های شیمیایی و میکروبی در خلال عملیات نظامی یکی از فاحش‌ترین نقض‌های پروتکل 1925 ژنو، کنوانسیون‌های 1949 ژنو و اصول حقوق بشر دوستانه بین‌المللی محسوب می‌شود و آسیب‌ها و لطمات سنگینی به جمعیت‌های غیر نظامی از جمله زنان و کودکان بی‌دفاع وارد می‌سازد و باید به شدت محکوم گردد. دال، تعهدات دولت‌ها برای حمایت از زنان و کودکان. علاوه بر آنکه مطابق مواد 1 و 2 اعلامیه حاضر، دولت‌ها متعهد به ممنوع شمردن حمله علیه زنان، کودکان و به کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی هستند، مطابق ماده 3 اعلامیه تمامی دولت‌ها باید تعهدات خود را بر اساس پروتکل 1925 ژنو و کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو 1949 و سایر اسناد و مقررات حقوق بین‌الملل مربوط به احترام به حقوق بشر در مناقشات مسلحانه که حمایت‌های مهمی از زنان و کودکان به عمل آوردند به انجام رساند. همچنین بر اساس ماده 4 اعلامیه نیز دولت‌هایی که در درگیری‌های مسلحانه یا عملیات نظامی در سرزمین‌های بیگانه یا در سرزمین‌های تحت سلطه استعماری مشارکت دارند، باید با تمام توان در رهایی زنان و کودکان از بلایای جنگ تلاش نمایند. این دولت‌ها باید تمامی اقدامات ضروری را در جهت تضمین ممنوعیت اقداماتی چون تعقیب و پیگرد، شکنجه، تدابیر انضباطی و تنبیهی، رفتار تحقیرآمیز و خشونتبار به ویژه علیه جمعیت غیر نظامی که شامل زنان و کودکان است به عمل آورند. علاوه بر این،
مطابق ماده 5 اعلامیه حاضر، دولت‌ها باید تمامی اشکال سرکوبی و رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی نسبت به زنان و کودکان از جمله حبس، شکنجه، تیراندازی، دستگیری‌های جمعی، مجازات جمعی، نابودی محل‌های سکونت و اخراج اجباری که به وسیله هر یک از طرف‌های درگیری در جریان عملیات نظامی یا در سرزمین‌های تحت اشغال صورت می‌پذیرد را به عنوان جنایت به شمار آورند. همچنین ماده 6 اعلامیه بر این تعهد دولت‌ها تأکید دارد که زنان و کودکان غیر نظامی و زنانی که در شرایط اضطراری و درگیری مسلحانه در مبارزه برای صلح حق تعیین سرنوشت، آزادی خواهی ملی و استقلال به سر می‌برند یا در سرزمین‌های اشغالی و تحت سلطه زندگی می‌نمایند، نباید از پناهگاه، غذا، کمک‌های پزشکی یا سایر حقوق غیرقابل سلب و انتقال مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 1966 و اعلامیه حقوق کودک 1959 یا سایر اسناد و مقررات حقوق بین‌الملل محروم شوند. نکاتی درباره اعلامیه. اعلامیه حاضر در زمره اسناد بین‌المللی غیر الزام‌آور بوده که هیچ الزام قانونی برای دولت‌های عضو از جهت ماهیت سندی آن ایجاد نمی نماید و به طور خاص درباره حمایت از زنان و کودکان در درگیری های مسلحانه و شرایط اضطراری به تصویب رسیده است. توجه به فاصله زمانی که شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در سال 1970 از مجمع عمومی درخواست تدوین اعلامیه ای را در این راستا، یعنی حمایت از زنان و کودکان در مناقشه مسلحانه و شرایط اضطراری نموده و زمانی که مجمع عمومی اقدام به تدوین و تصویب این سند آن هم در قالب اعلامیه‌ای در سال 1974 نموده، حاکی از عدم تمایل جدی دولت‌ها در توجه به این مقوله است. به ویژه آن که برخی از اصولی که در اعلامیه حاضر مورد تأیید و تأکید قرار گرفته اند، نظیر آن که در ماده 1، 2، و 5 اعلامیه حاضر مقرر گردیده، قبلا در خلال اسناد الزام آور مهمی چون پروتکل 1925 ژنو و کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 بیان شده اند و حتی برخی از موارد نظیر ممنوعیت شکنجه و رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی در شمار قواعد عامره بین المللی در آمدند. ذکر آنها در قالب سند اعلامیه‌ای دستاورد مهمی برای جامعه بین المللی در این عرصه محسوب نمی شود و نمیتوان ادعا کرد که این اعلامیه حمایت مؤثرتر و مناسبتری از زنان و کودکان گرفتار در چنین شرایطی به عمل آورده است. هرچند تصویب چنین اعلامیه‌ای از جهت نقش ترویجی آن و جلب توجه بیشتر جامعه بین المللی به زنان و کودکان گرفتار در این شرایط میتواند مثبت ارزیابی شود.